دانستن ساختار و اجزای اساسی جورنال پیپرها یا مقاله علمی یکی از مسائل و مباحث مهم و کاربردی برای پژوهشگران، استادان و فعالان عرصه‌های علمی و اکادمیک می باشد، به ویژه برای کسانی که در جریان تحصیلات دورهای ماستری و دکترا قرار دارند. چون ما باید زمانی که پژوهش را انجام میتیم یا مطالعه میکنیم یا فکر میکنیم کوشش بکنیم با مرتبط ساختن فکرمان با کارهای دیگر و همچنین بستر ادبیات اکادمیک در پی تولید ادبیات اکادمیک و همچنین در پی تولید متون علمی و اکادمیک و طرح و نگارش و ارائه راهکارهای اساسی و مفید برای انسان‌ها و جوامع انسانی باشیم. طرح و تولید پیپرها یا مقاله علمی یکی از راهی است که ما با انجام پژوهش‌ها و یا مرور ادبیات اکادمیک ما یا مقاله یا پیپرهای مروری و یا هم مقاله تحقیقی را چی میکنیم؟ تر نوشته و ارائه میکنیم با نشر نمودن در ژورنال های معتبر و در به این طریق در پروسه انکشاف ادبیات اکادمیک گسترش راهکارهای مناسب و بلند بردن سطح ظرفیت های علمی در جامعه انسانی نقش بازی میکنیم. به خاطر از اینکه ما بتانیم مقاله علمی یا پیپرها را به گونه معیاری بشناسیم و بر مبنای از کار خود انجام بدیم و مقاله را تحریر نموده و به نشر برسانیم، ما باید توجه داشته باشیم که مقاله معمولا دارای ساختارهای مشخص خود است. بعضی از ژورنال ها ساختار مشخص خود داره، ولی معمولا اگر ما روش های خاص را به خصوص از API اگر ما استفاده میکنیم برای بخش های علوم اجتماعی و علوم بشری، مقاله ما معمولا شامل عنوان مشخص می باشد. بعضی از ژورنال ها فقط یک عنوان کار دارن و بعضی از ژورنال ها معمولا عنوان کامل در کنارش باز یک عنوان مو رانینگ تایتل یا یک عنوان کوچک دیگری که به خاطر ایندکسینگ ژورنال از او استفاده میکنن مقاله، که معمولا یک عنوان کامل و یک عنوان فشرده و کوتاه ما استفاده میکنیم. عنوان کامل معمولا ما میتونیم تا اگر بین 10 تا 15 کلمه باشه یا واژه خوبتر است، اگر از او کمتر هم باشه، هر قدر اگر عنوان کوتاه ولی با استفاده از واژه ها و کلید واژه های برجسته باشه میتونم خوبتر و مفیدتر باشه. و این عنوان کوتاه معمولا 4 5 واژه مرتبط بر سه کاری استفاده میشه و بعد از او، بعد از عنوان، هویت، نام و مشخصات نویسنده ها میباشه. اگر یک نویسنده بود یک نویسنده نوشته میشه، اگر چند نویسنده بود اما نویسنده مسئول یا اما کورسپندینگ اتور مشخص میشه. و بعضی ژورنال ها میخوان که تمام نویسنده ها ایمیل و مشخصاتش باشه و بعضی ژورنال ها فقط میخوان که تنها از نویسنده مسئول یا کورسپندینگ اتور باشه، مشخصاتی که زمین ارتباطات برقرار بکنه. و بعد از اون چکیده یا ابستراکت است که خیلی مهم است. ما در چکیده که امو از نامش پیداست، یک خلاصه یا تصویر خلاص یا ساختار خلاصی از مقاله و کاری است که ما ارائه میتونیم. ما در او به گونه بسیار فشرده از تمام بخش های کارمان به گونه فشرده و برجسته یاد میکنیم که ما جمله اولش امو بخش بک‌گراند یا افتتاحیه یا مقدمه را استفاده میکنیم. جمله دومش معمولا ما کوشش میکنیم میتودی را که یا روشی را که در تحقیق استفاده کردیم بیان بکنیم. جمله سوم و چهارمش معمولا ما یافته ها را بیان میکنیم و جمله آخرش ما به گونه بسیار خلاصه چی میکنیم؟ نتیجه گیری میکنیم. بعضی ژورنال ها برای ابستراکت یا چکیده مشخص مدوده مشخص دارن، ولی معمولا از 150 تا 250 کلمه یا واژه اما چکیده های معیاری یا ابستراکت های معیاری است. بعد از او کلید واژه ها هست که معمولا بین 3 تا 5 کلید واژه یا کیوردز است که کلید واژه ها جزی اصلی و حتمی پیپرا و مقاله هاست. چرا؟ کلید واژه ها و نمو مشخص هایی است که در پروسه ایندکس کسایی را که با سرچ کردن کوشش میکنن به مقاله ما دسترسی پیدا بکنن کمک میکنه تا وارد مقاله ما شوه و از مقاله ما استفاده بکنه و لینک ایجاد بکنه میان ادبیات اکادمیک و همچنین بستر فعالیت های اکادمیک. و بعد از او بدنه پیپر است که بدنه شامل اونمو مقدمه و لیترچر ریویو و میتود و غیره است و در نهایت یافته های تحقیق است و به همین شکل مباحثه و نتیجه گیری است. اگر ما یک پایانامه تحصیلی را در نظر بگیریم، تقریبا نمو عین مشابه با اندازه فشرده تر و نمو 5 بخش داره که مقاله علمی هم دارای
مقدمه است، دارای لیتریچر ریویو است، دارای بخش روانشناسی تحقیقی و متدولوژی است، بخش یافته ها است و در نهایت مناقشه و نتیجه گیری است. در مناقشه ما به گونه بسیار واضح در مقایسه یافته های خود با یافته های دیگر و کارهای دیگر را مقایسه می کنیم و نکات برجسته یافته های خود که مفید در عرصه کاربردی بیان می کنیم و در نهایت منابع را نوشته می کنیم و در پروسه استفاده از مقاله علمی یا نگارش مقاله علمی و طرح مقاله علمی ما کوشش بکنیم که فقط از یک روش منبع نویسی استفاده بکنیم که اکثرا برای بخش های علوم اجتماعی و علوم بشری APA مناسب است و بخش پذیرفته شده یا روش پذیرفته شده است و برنامه از زمانی که ما مقاله خود تکمیل میکنیم کوشش بکنیم که چند بار خودمان مرور بکنیم و بعد از او اگر کسایی که از لحاظ زبانی و از لحاظ مسلکی بالایشان مطمئن هستیم که مو اصالت کاری ما را حفظ میکنن و ما را دار حفظ میکنن برای از اونا با اونا شریک بسازن چیزی مرور بکنن و زمانی که ما با ژورنال های ارسال میکنیم مقاله خود ما و بهترین رایی است که وقتی که ما مقاله های را یا کارهای را که به اسم منبع استفاده میکنیم و همون ژورنال هایی که اونا چاپ شدن اول به اون ژورنال ها روان بکنیم و بسیار سلامت باشیم به خاطر که کار ما تصمیمش بستگی به مو ریویورای داره که وقتی که ما به ژورنال روان میکنیم ژورنال آنان تصمیم نمیگیره اما مرور کننده هایی است که ژورنال مقاله ما رو به اونا راجع میسازه و اونا تصمیم میگیره که چاپ شه یا نشه. اگر عاجل چاپ شد ما بسیار خوب میتونیم خوش باشیم ولی به نوعی خوشبخت میباشیم، یعنی چانس خوب با کار ما یاری میکنه. اما گاهی رد میشه مقاله و رد شدن با این معنا نیست که کاری ما ارزش نداره یا رد شدن با این معنا نیست که ما دل سرد شدیم، بلکه ما مطابق اون نظریاتی که با ما شریک ساخته میشه خیلی دقیق اونا را بالایش ارزش قائل شدیم، مقاله خود تا یک حد لازم که اون ساختار کلیش آسیب نبینه دوباره به حساب بدید یا ویرایش بکنیم و بعد از اون با ژورنال های دیگه ارسال بکنیم. ما با یک ژورنال زمانی که رد کرد دوبار روان نمیکنه، اما اگر از ما خواست با یک قسمت تعدیلات دوباره ارسال بکنیم دوباره ارسال میکنیم. یعنی در کل ما وقتی که مقاله علمی یا ژورنال پیپر را تحریر میکنیم باید ما همون مراحل کاریش و مصداقت در کار و وضاحت در کار و با همچنین مراحل تکنیکی که همون ساختار نوشتاریش است و مراحل ارسالش کاملا در نظر بگیریم و کوشش بکنیم و همیشه کارهایمون رو به ژورنال های معتبر و معیاری ارسال بکنیم. فرق نمیکنه چقدر زمان میگیره اما ارزش کار دهی است که ما در بسترهای مناسب و معیاری و در ژورنال های معیاری چاپ بکنیم. دکتر عبدالقهار سروری هستم، اگر فکر میکنین چنین برنامه ها براتون مفید است لطفا این چینل در یوتیوب سابسکرایب بکنید.